سلام دوستان عزیز، چهارراه جهان کودک اومدیم به سمت میدون ونک میخواییم بریم. این الان چهارراه جهان کودکه، این خیابون جردن هست که میبینید، خیابان جردن و جردن به سمت جنوب و ما هم که داریم به سمت چهارراه جهان، یعنی الان چهارراه جهان کودکیم، داریم به سمت میدان ونک چراغ سبز بشه ما راه مسیرمون رو به سمت میدان ونک ادامه بدیم. همین که گفتم الان چهارراه جهان کودک هست. در مسیرمون به سمت میدون ونک هستیم، از چهارراه جهان کودک به سمت میدان ونک. محدوده همیشه ترافیک هم هست، محدوده ببینید ساختمونه که در این مسیر نوسال ساخته شده در مسیر چهارراه جهان کودک به سمت میدون ونک. فاصله کمی هم داره چهارراه جهان کودک تا میدون ونک که داریم به صورت پیاده طی میکنیم. ببینید همیشه اینم ترافیک خودروهاییه که به سمت میدون ونک میرن، ترافیک خودروهایی که به سمت میدون ونک میرن و اینم تقریبا ساختمان های شیکی که این محدوده ساختن. بیمه معلم تقریباً به سر خیابون گاندی رسیدیم. همچی که می‌بینید تقریباً دیگه اینجا سر خیابون گاندی هست. این که میره خیابون گاندی هست که به سمت جنوب میره، این هم بخش شمالی خیابون گاندیه. همینید قسمت شمالی خیابون گاندی نرسیده به میدون ونک. خب این هم خیابون گاندی، اون رو پشت سر بذاریم و به سمت خود میدون بریم. اون پیاده رویه که به سمت میدون ونک میره، ما بریم اون بر. این ساختمون هایی که میبینیدم بگیریم، ساختمون هایی که دیگه تقریبا نبش میدون ونک به حساب میاد. این ساختمون ها ساختمون هایی که نوساز هستن، نمیدونم اونایی که ایران بودن این ساختمون ها رو دیدن یا نه. یه مرکز تجاری هم همچنین که میبینید روبرو ساخته شده، مرکز تجاری ونک که اونم در سالهای اخیر ساخته شده، دقیقا ضلع غربی میدون ونک هست. ما دیگه الان به میدون
ونک رسیدیم. همچه که میدونی اینجا میدون ونک. خب بریم تو پیاده روی میدون ونک. پیاده رو شو ببینیم. بعد بریم خود میدون رو هم بگیریم. این پیاده روی میدون ونک. خب اینم خیابون ولیعصر خیابون ولیعصر به سمت شمال. این هم میدان ونک از تقاطع خیابون ولیعصر. همونجوری که می‌بینید این هم میدان ونک از خیابون ولیعصر. اینم یه نمای دیگه از میدون ونک. در واقع ما الان ضلع قبلی میدون ونک هستیم. همچنین که میبینید میدون ونک رو داریم میبینیم. از ضلع غربی این خیابون ونک هست که یه مقدار پاساژ ماساژ توش هست. اون یکی خیابون هم که به اون سمت خیابون ملا صدرا هست. اینم ایستگاه تاکسی های میدون ونک. ما بریم و وارد خیابون ملا صدرا بشیم. یه چند تا پاساژ اونجا هست تو خیابون ملا تو خیابون ونک. ما این پاساژ ها رو ببینیم. همینجوری که گفتیم این خیابون خیابون ونکه که دیگه ما از میدون ونک وارد خیابون ونک شدیم. چند تا مرکز خرید اینجا هست. بریم وارد مرکز خرید در واقع خیابون ونک بشیم. اینجا هم دیگه میبینید خیاب گفتم خیابون ونک هست.
خب این مرکز خرید آسمان ونک بود که ما وارد شدیم. مرکز خرید آسمان ونک رو دیدیم. بریم داخل خیابون خود خیابون ونک. داریم به سمت بالا میریم. یه چند تا مرکز خرید دیگه تو این خیابون ونک هنوز هست. بریم اونا رو هم ببینیم و کلا ببینیم وضعیت خیابون ونک و مرکز خریدش به چه صورتی. خب دوستان این مات فروشه که میبینید مات فروشه مرحوم محمد علی فردین هست، بازیگر سابق سینمای ایران تو خیابون ونک که الان فکر میکنم پس بچه هاش باشه. کنار این مجتمع تجاری این همونجور که گفتم مات فروشی مرحوم فردین. خب ادامه بدیم مسیرمونو سمت بالا. یه مرکز خرید دیگه هم داریم. خب میام خیابون ونک که ما داریم سمت بالا پی میکنیم. یه مرکز خرید ونک هست، بریم اونم ببینیم و تور امروزمون رو به پایان برسونیم. یه مرکز خرید دیگه بالاتر تو همه خیابون ونک وجود داره که یکی از مراکز عمده خرید مردم ونک تو این محله است. بریم چیزم ببینیم و از هم ببینیم تورمون رو به پایان برسیم. که می‌بینید محله ونک در منطقه سه شهرداری تهران، یکی از محله‌های شمال شهر تهران. قبلا بیشتر مسکونی بود، منطقه عیارنشین بود، الان بیشتر شرکت‌ها و ادارجات منتقل شدن از مرکز شهر محله ونک و دیگه از اون حالت مسکونی بودن خارج شده. می‌بینید تبدیل به ساختمان نور، ساختمان پزشکان و ادارات و شرکت‌ها شده دیگه محله ونک. نازم می‌بینید شرکت‌هایی که در این محله وجود داره و این محله دیگه تقریباً به یه محله اداری تجاری تبدیل شده. تقریبا دیگه همون
مرکز اداری تجاری ونک که ما خدمتتون هست داره یه مرکز خرید اینجا هست، بریم اونم ببینیم و تورمون رو به پایان برسیم. Thank you.